مرکز شاهد. شاهد بگوشم. مرکز مستحضر باشی، سوژه مورد نظر تو محل تحت تعقیبه، دستور حمله رو صادر میکنه. بیا دیگه، بیا بچه نترسی مامانا، چیزی نشد. نه میگم نترسید، یعنی ترس نداره اصلا. مامان برای چی بترسی؟ الا قربونت برم، اشتباهی گفتم، اصلا ترس نداره، همه چی خوبه. ببین اینا گفتن عملیات، میدونه یعنی چی؟ دقیقا نمیدونم چیه، کار قلبم داره با هم نیسته، اصلا فکر نمی کنم اینقدر کارش سخت باشه. بابا کارشو که سخته، من خدا خیلی زحمت میکشم، ولی تو هرس نخور تو این وضعیتت. شوهرت که تنها نیست که، گفت بقیه هم اصلا کابل میکنن. چی کنم؟ چیه بابا جان؟ نقی نقی نیستش. خیلیتو میگم جانم، با من کار داری؟ اینجا چی کار میکنیم ما؟ حق داری بابا، اسیر شدیم به خدا. بده لیلا رو تنگه. لیلا کیه؟ لیلا مامان نقی، زنش فوت شده. آخه سامدی؟ نه بابا اه آره گلی، گلی گلی شاهد شاهدی یک شاهد شاهدی دو آماده باشید. آقا من الان مقابل موقعیت مستقلم، چی دستور میفرمایید؟ تو این دارن زندگی میکنن؟ آره بابا تو که توش رو ندیدیم. بچه بشین میده آقا نقی آروم باش، عادی رفت کن. سلام، چرا اینجا قرار گذاشتین؟ خب میمدم جلو پارک. نمیشه دو من تا حساس شده، هر کسی رو نمیدم. حساس؟ حساس واسه چی؟ حساس شده ان شاء الله. فرمان دادیش. آقا بابت دیشب ببخشید. خب وکیلی از زمانی که بارون شروع شد فقط به فکر شما بودم. تا صبح نخوابیدم. اصلی نیست داداش. داداش شما به فکر ما بودی، سویج ماشین من نمیداشتی به خودت بری. حالا حداقل یه میلیون ما تخفیف میدادی دیگه. یه میلیون تخفیف بده دیگه. این چقده؟ این داداش با پولی که گرفتی میشه 4 تومن. 4 تومن؟ ما 5 تومن توافق کردیم مردمامه. این کف دست. اگه داره بکن ورده برو. آقا جون من رفتم قیمت گرفتم، خرجش بیشتر از ایناست. آقا جان این کف دست، با هزار بعد وقتی اینجور کردیم، یعنی بقیه خسارت رو من خودم از جیبم بدم؟ برادر من، من دارم میگم این کف دست، اگه داره بکن ورده برو. فقط میگه کف دست. بابا اگر این ماشین مال خودم بود، خدا وکیلی همینم ازتون نمیگرفتم. اصلا هر چی میکشم از دست زنمه. هی بهم گفت ماشین صاحبکارتو برده بریم شمال. گفتم بابا طرف تیزه میفهمه. گفت وقتی خارجه چجوری میخواد بفهمه. اینم آخرش. داداش واسه ما داستان تعریف نکن. این سویج ما رو بده ما بریم کار داریم. دست درد نکنه. تصدیق تصدیق. این هوایی نامه. دست دارم. سویج. سویج هم. سویج هم الان بهت میدم. یه دقیقه صبر کن. سویچ رو گذاشته. داشت الان عملیات شروع میشه و اونا برداشت همه جا رو کاور کردن و اینجا نذاشتی داداش؟ همینجا الان دیدمش. بیا ببینیم میتونی پیدا کنی. بابا همین آخرین بار همین رو صندلی دیدمش. جیب کتم بود، کتم هم رو صندلی. دستور اجرای عملیات، دستور اجرای عملیات. اینم جنسات جانه پس شاته ما چی شد؟ الان خیلی حسابش خورده، برو سری برد. خیلی مردی قربانه. آقا چک قبول نکردم، پول نقدم نداشت، جنسا رو کم کردم فرستادم برای یه سر برو پایین ببین تو کامیون چه خبر. بایسا برگرد، گفتم برگرد، برگرد دیگه. چیه اون آقا؟
خب آقا کمان بیگانه آقا من نمیدونم کجاست فرزاد کجاست آقا باور کن من نمیدونم کجاست شاید شاید مرکز مرکز بگوشم نهل پاکسازی شده این بده تحویل بچه دو مالا من بیار ببرش مرجم شاید شاید یک بگوشم یا من از طرف محاصره کنیم بابا آخرین بار همین رو کتم بود همینجا گذاشته بودمش شاید تو مسیر یه جایی همه چی شده مسخره بازی پیداش کردم بیا داداش پدرت بیامرزه داداش دست در نکنه آقا حلال کن خداحافظ یه ماچ هم به ما بده شما ما رو حلال کنید بابا خیلی لطف کردیم خیلی آقا دیشب اتفاقا تو کامیون خیلی صحبت از آقایید بود خیلی آقایی فقط داداش یه نصیحت من بهت میکنم این آویزه گوشت کن دیگه ماشین کسی را امانت نگیر نگیر آره با اجازه خدا بریم از تو بریم
بابا سویشه که گرفته من هیچی فقط همه قبل بگم اصل کار من کردم در وا کردم و یارو اومد خورد درق به در فرد شد به جانت چه خطری بابا وقتی پلیس کمک میکنه باید کمک کنیم چجوری هست بهتره میخوای برم دکتر نه دکتر رفتن خب سمت جان چطوری سلام علیکم جان سلام خیلی خوب جانم عزیز مهمان دارم همه خیلی خوشحال شدم برگشتید خدا آقا این آقا سمت که گفتم برای شما که گفتم که این زدم این داغو کردم تمام از وی پی کردم اینجا برادر خانم من نیستم نه برادر خانمتون نه 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 برادر خانم من نیستم نه 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 برادر زنه ایشون زدن برادر زنه ایشون زدن من شنیدم گفتیم برادر خانم نه 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 ببخشید 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 آقای معمولی جمع کنیم بریم تو دیر نشده دیگه کجا بریم کجا مهموسر نیرو انتظامی به خاطر همکاری شما با پلیس نیرو تصمیم گرفته این چند روز باقی مونده رو که تا خونتون تحویل بدن در خدمت شما باشه پذیرایی کنه ازتون دعوت ما این بفهمید نوکر دیم دست در نکنه نوکر دیم چی بتونم جمع کنیم بریم دیگه آقا معذرت میخوام ببخشید ما امشب خودمون مهمان داریم نمیدونم قدمشون سر چشم نه ایشون لطف کردن قدم سر چشم گذاشتن امشب دیگه در خدمتشون هستیم شما بفرمایید آره دیگه کرایه نمیکنه که ما این همه اساس بکش و ببره بیاره دیگه اینجا واسه ما اینا جاگیرم شد تعارف نکنیم بیاین ممنونم جی ممنون اصلا تشریف بیارید منزل ما ممنونم جی ممنون دست شما در خدمت دست شما در خدمت خیلی کیف کردم ما این کاور کردن خیلی کیف خیلی خوشحال شدم دست شما ممنون خدا ماشین باشن خدا 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 آخه من ایدی اینا رو بدم آره یادم میره نه بابا زحمت نکش بابا عید شما مبارک آقا کاری داشتی دریغ نکن و زنگ بزن دست شما در خدا نگهدار خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ بابا پنجلی خوشه دیگه بابا بسنید آب شد که بسنیدش هم نخورد بابا بفرمایید خوشه بابا بوره منشار مرشد کجا بود بابا؟ یه عکس از همه پنجلی بگیرم من همه پنجلی یواش بابا یواش شیشش داغونه پنجلی میفهمن آش نامردی زدن اره آره میفهمن شماست بابا برو بالا برو بالا بابا برو بالا بیا دخترم بیا مبارک باشه عزیزم بذارید شماشو بود کنه باشه بابا سارا نیکا این از طرف خانواده یکی برای شما یکی برای شما دست این از طرف منو عمو صمد برای سارا و نیکا بذارین اینجا بذارین قابل شما رو چینه دیدم بچه‌ها دوست دارن گفتم براشون بیارم درش میاری میپرم خدا بیا ببینم نه آقا معمولی پشو کنده تو بچه‌ها مبارک باشه آقا معمولی اینا محترم من به بچه‌هات تولد بچه‌هات مبارک باشه راضی به زحمت باشی شاد باشی شما در نکنید دست شما خیلی ممنون خیلی ممنون بابا یه تولد مبارک خوب بزن محلی بزن مبارک باشه بابا بیا جلو بابا
بخوری. باز میکنه میخوری. بابا دوربین نگاه کن. سمت جان همه بیفتن، نوازنده هم بیفتن. آقا همه با هم بگین دیزی. آقا شما هم بگین، شما هم بگین. یک دو سه دیزی. الو مارخ، صبح بخیر آبجی. خواب بودم صداشو نشنیدم. لیلا خودش و برادراش. آه عجب گرفتاری شدیم. آبجی جان ببخشید، برای شما هم گرفتاری درست کردیم. گرفتاری ما گریبان شما رو هم گرفت. میدونی دیشب کجا خوابیدم؟ پشت کامیون خوابیدم. پدرم در اومده، تمام استخونام درد میکنه. دیگه اگه زنگ زدن اصلا جوابشونو نده. بگو اصلا من نمیدونم اینا کجا. باشه آبچی، باشه، کار نداری؟ خداحافظ. آقا نقی، آقا نقی، داداش، آقا نقی، پاشو داداش، گرفتار شدم. جانم داداش بگرد این مدارک منو پیدا کن. اینا حکم جلب منو گرفتن، رفتن در خونه خواهرم، آبروی منو بردن. از بچه هست خب بیدارشم بعد دیگه ها؟ گرفتار شدم. سلام. سلام عرصی جان. چه خوب خواستی، صبح خیر. عرصی جان بگرد این مدارک منو پیدا کن، من گرفتارم. قول دادم یه دو ساعت دیگه پیششون باشم. کجا؟ تا یه صبحانه نخوری نمیزم بری که. یه صبحانه بخو بعدا میری دیگه. صبحانه رو ولش کن. بگرد این مداره که منو پیدا کنم، من این گرفتاریم حل بشه. بابا یه صبحونه میخوری؟ اما من خواستم نهارم نگرد دارم بخوره. پوشو پوشو برو یه چیز بگی واسه صبحونه. اما پنجره کو بابا. اه اه بابا اما پنجره کجا رفت؟ بابا ها بابا پنجره نیست. چی؟ بابا بوجوست. چی شده؟ بابا بوجوست کجا رفتی؟ امید سر رفتی دستشویی؟ نه بابا این هر جا بخواه بره و من میگه من صدا میبونه. خون نشو نقی، خون نشو، پیدا میشه. پیره من شهر غریب گم میشه. ای بابا ماما؟ چه خبره؟ هیچی، بابا پنجره رفته واسه نماز، هنوز بر نگشته. خب جایی نرفته که، همین جا هست، پیداش میشه. آخه این سابقه داره، میره گم و گور میشه. ایوا گلی، گلی نگاه کن، تخ گذاشتن. آخه چقدر خوشگل. خیلی هم خوشی اومده. تخ گذاشتی؟ اوخه اونم تو کلاه سمن. بابا عمو پنجلی از تو برادر نمیذاره. آقا آقا پنجلی، بابای من هنه، بابای من. بابا داداش یه پیرمرد نهیدی؟ این دوروبر عینکیه، عینک ذره‌بینی داره. دست ندار.
جون صد دفعه گفتم هر جا میخوای بری به من خبر بده، تو که ما رو جون به لب کردی که. ها ببخشید عمو پنجلی. گلدون شر شر نبدون با تو دیدن داره، با تو دیدن داره، یه گل خوشبخت میگی یا دیگه برا لا 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 لبنم بارون. گل های گلدون با تو دیدن داره، با تو دیدن داره، یه گل خوشبختی اگه توی آرمون ده برا لا 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 لا. امخانجلی امخانجلی اون بالا چیکار میکنی؟ بیا پایین. بیا پایین بیا پایین بیا پایین بیا پایین بابا، همه داریم دنبال شما میگردن که رفتم نماز. ای بابا چرا اینجوری رو میری؟ بیا بیا همه داریم دنبال شما میگردن. چی کار میکنی؟ چی شو؟ اما ما اینه پیدا نمیکنم. قشنگتر بگم، بدبخت اینه دون رتابه بالا و پایی میره دنبال مدارکشه. اما جعبش گفت چه رنگیه؟ با نقی من چه میدونم، گفت جعبه اوتوه. چاییام که همینجا مونده که. گلی؟ گلی؟ گلی بیا اینا رو ببر بده من. املت چی شو؟ الان حاضر میشه. نه خیلی گشنشونه ها، الان میارم. آقا سما میخوای برای تو کفشم بیارم؟ نه دست در نکنه خوبه. بفرمایید. دست شما در کنه سما، دقیقا اونا رو خالی خالی نخور. چی شد؟ پیدا کردم اما. تو رو خدا؟ آره پیدا کردم. ببینه. آره دیگه، این که جعبه اوتوی ما نیست. بیا قباله ازدواج و شناسنامه و چقدر خوشحال میشه بنده خدا. سلام شما خوبه؟ خوب هستی آقا؟ خوبی آقا؟ قربان تو. بله 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 خوب هستن همه. آقا چی شد این خونه؟ نوکرم گوشی 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 بخوای صحبت کن گوشی. همه خانم ها؟ آقا ناصر ششانی دامادشون باقا نقی کار داره. کیه؟ بده من با شرف میزن. با خودش کار داره. بده من. الو آقا ناصر. سلام جان من. چی میگه؟ جان من نقی. من نوکرتم نقی. آره آقا، پا ما تا یکی دو ساعت دیگه اونجا ایم. خونه رو بخواد تحویل بده؟ حالا بالا پایین داره دیگه. نقی باشه داداش باشه. خداحافظ. نه خونه رو میخواد تحویل بده؟ آره جانتو دارم میگم به خدا. عجب آدمی خدا میگم خدا رو شکر. ببین به خدا وقتی من دیدم صبح لرچین اتاق گذاشتنم میدونستم امروز روز خوبیه. خدا رو شکر. بخوری زودتا بده. بیا اینم بده صمد بابا صبحتال پدر مورده مدارکش پیدا شد. مدارکش دیگه بابا جان بیا جون با بده یه چی بخوریم و بریم زودتا. ها میدادی بهش دیگه. به نظر من این الان بهش نده. چرا؟ این الان این مدارک رو بگیره یه سواری در بس بگیره سریع از اینجا میره.
باید بره دیگه داداش من. خب عزیز من اون بره گورخونه به خودش میبره دیگه. خارش نباید به خودش ببره. باید ببره دیگه. عزیز من شما چرا متوجه نیستی؟ من با شما صحبت کردم. گفتم یک کلام، دو کلام، سه کلام شما با ایشون صحبت کنید مزه دهنش چیه؟ منم یک کلام، دو کلام، ده بار، صد بار، هزار بار بهت گفتم آقا الان وقتش نیست. الان نمیشه باهاش صحبت کرد. آ بابا چرا وقتش نیست مثلا؟ بزا بریم یه گوشه بشینیم درست درمون اونجا میشینیم باهاش صحبت کنیم. آقا الان موقعیت مناسب تر از الان چی؟ همه دور هم جمع هستیم. هما خانم چی میگی تو؟ شما بیا در حق من خواهری کن. این آقا برادر بزرگ من. یه صحبتی بکنیم این مزه دهنش چیه دیگه بابا؟ اصلا اومد این مزه دهنشون بد بود. خب من همینو میگم. مزه دهنش بد باشه. شما آقا نظر سنجی کنیم. آقا این یارو نظر شما در مورد این آقا چیه؟ این آقا مثبت، منفی، ضعیف، قوی، متوسط، متوسط به بالاست. بله خیر حتما. راست میگی نقی، امروز خیلی روز خوبیه. هم بلدرچین تخم گذاشت، هم خونمونو میخوایم تحویل بگیریم، هم مدارک صمد پیدا شد. من همین امروز بالا رو از گارو خزاد میگیرم. هما حاضر نشد اینا همه نونا رو خالی خالی خوردن ها؟ چرا حاضره؟ الان میارم. بیا بگی بیار هما، شما بریم مشغول شما، الان میایم دیگه. بابا گشنمونه دیگه. نه خیلی داغه ها، مواظب باش. وای چه املتی. نه سوزی گلی، مواظب باش. بابا شما یه جور حرف میزنی انگار من دشمنی دارم. دختر به این ندن که به من جایزه نمیدن که. آقا بله دشمنی داری، دشمنی داری، دشمنی داری، دشمنی داری. آقا من دشمنی دارم. بله دشمنی داری. من دشمنی دارم. دشمنی داری. آقا جان من نمیخوام صحبت کنیم. چی میگی تو؟ من صحبت نمیکنم. آقا اصلا حرف نزن. اصلا بیا اینجا با هم دیگه تحویلش بده. ارسطو گوش کن. من بهت قول میدم همین امروز با صمد سر صحبتو باز میکنم. بیا برو صابونتو بخور، قدم هرس نخور. بیا برو. قصه نخوری ها. همکاری نمی‌کنی آقا نقی. اشک آدمو در میاری. فکر کن منو من نمی‌دونم. اصلا صبونه بخور معلمه. دیوانه است بزنی این شه. نقی چرا اذیتش می‌کنی همه؟ اصلیت چیه هما جان؟ من دارم میگم وقت داره هر چیزی. یه جایی باشه، خونه باشه، بشینیم دور هم شاید بعدم صحبت کنیم. تو این شرایط که نمیشه. بعدم تو چی داری چرت و پرت میگی؟ ها؟ داری چرت و پرت میگی دیگه؟ چی چرت و پرت میگی؟ آخه بابا جان اول تو با گروخ صحبت کن، ببین اون اینو آدم حساب میکنه، بعد من بشینم با داداش چهارخانم صحبت کنم. اینجوری که نمیشه همچین هرتگی. من برم بگم سمد دختر به این میدی یا نمیدی؟ خب حرف میزنم با گلی. بابا مزه دهنش خوبه، من میدونم. رفیق من ها. باشه میل خود. حسابت خورده که خونه اونو بخواییم تحویل بگیریم. بیره خب باشه بودو. ببین اینا رو جمع کنم. نه بابا جمع کنی که چی، الان قراره اون با پهم کنیم دیگه. باشه. چایی بخور، چایی بخور. بخور. بفرم اینو. چایی بابا. آقا مبارک انشالله، سلامتی، دل خوش انشالله. سلامت باشی، سلامت باشی. مبارک. خیلی خوشحال شدیم. بابا بخوری زودتر بریم، ناصر منتظره. خوردی مامان تو؟ آره خوردم، من بهشون دادم. آقا نقی این مدارک ما چی شد؟ مدارک؟ من دیدم هما تو این جبه و توه. آره هست، یعنی پیدا میشه. حتما آره، میگردم پیدا میکنم برات. مطمئنی؟ بله. آره بابا اونجا میخوایم اساسا رو خالی کنیم، من مدارک تو پیدا میکنم، دو دستی تقدیم میکنم. خیالتون راحت. من میخوام با لیلا قرار بذارم ها. مطمئن باش تو قرارتو بذار. قرارتو بذار. لیلا خوه. اون لیلا رو نمیگه بابا، زن خودشه میگه. خدا بیامرزه. اما پنجره زنده است. زن داداش من. چش. فکرش پیش مادرمه. آره. پنیر میخواد بابا؟ املت دوست نداری؟ نقی. بله بابا. بریم علی آباد. میریم بابا. خونمون درست شده بابا، داریم میریم خونه خودم. درست شده بابا. بخونی زودتر جمع جور کنیم دیگه. عجب املتی شده بابا، دست در نکنه. نقی جان، این شماره پلاک منزل چنده؟ من میخوام برای لیلا مسیج کنم. 31 داداش. الو جانم. نقی حالت خوب هستی؟ مطرح کردی؟ نگاه کن تو عجله نکن، من الان سر صحبت بخوام باز کنم. رسیدیم پیاده شدیم دیگه. نقی داری من حساس میکنی ها. منم همینو میگم آقا، ما تا برسیم اونجا اساس مساس باید خالی کنیم، بعدم یه روز سند رو میگیره میره. میگم حسه که تو عجل باشه من سر صحبت باز میکنم. همین الان هر حرفی داری بزن. اصلا شما چقدر وقت میخوای؟ من کل تهران دور میکنم، شما هر حرفی داری بزن دیگه.
باش. کسی واسه این کارت که نمیخوای بزنی. یه نظر سنجی ساده است. یک کلم، دو کلم، سه کلم، مزه. باش. تو قطع کن. قطع نکن، قطع نکن. گوشی بذار رو کرسی. کرسی کرسی بذار منم بشنوم. خیلی خوب، خیلی. تو این عیدم اصلا مسیج نمیره. بعده هیچ مسیج. گلی. یه چیزی میخوام ازت بپرسم. خواهش میکنم راستشو بگو. بگو چی شده؟ نظرت راجع به عرصو چیه؟ یعنی چی؟ میدونی یعنی چی زنش میشی یا نه؟ خودش به چیزی گفته؟ نه خودش که چیزی نگفته، فقط جون به سرمون کرد. یعنی تو الان دل پاشو کامل هم من خواستگاری؟ آره دارم ازت خواستگاری. سر به سر نزم. بابایی به سر پوز از سرمون کرد جوابشو بده. من چی بگم؟ تو چی میگی؟ چی کار کنم؟ گلی من که نباید چیزی بگم. من یه جواب به نقی دادم و صف پشتم بس. هنوز دارم تو اون بس میدم. بگو جواب بده. آخه من که خیلی نمیشناسمش. گلی تازه داره ازت خواستگاری میکنه. اولش همین جوریه دیگه، بعدش میشناسی. تو خیال میکنی من الان نقی رو خیلی خوب میشناسم بعد 12 سال؟ ای بابا خودتا چتی نمیشناسمش. بعد از صمد بپرسی. الان همه کاره من صمده. میدونم دختر جون. دارم ازت اجازه میگیرم که ما با صمد صحبت بکنیم یا نکنیم. جواب بده گلی. چی بگم؟ ای برو بابا. نقی هما چونه من؟ نقی یواش میگم. ای بشین نقی. بابا جا میمی چای گرمه، میتونی یه چایی به ما بدی بخوریم؟ ببینم ای خدا برده شور تو برای عرستو خواستگاریش به واسه من در سمت جان. حقیقتش اینه که من میخوام یه صحبتی بکنم. میدونم الان اینجا جاش نیست و شرایطم شرایط بدی و ولی من نگفتنش هم صلاح نمیدونم. یعنی میخوام بدونم که نظرت چیه. راجب چی نظرم چیه؟ ببین من چطور بگم، درستم بلد نیستم حرف بزنم. میخوام بدونم مزه دهن تو چیه. راجب چی صحبت میکنی؟ راجب مزه دهن. صبر کن بابا جان، نمیدونم شما مطلع هستین یا نه، هما بیشتر در جریانه. من هر دو تا خواهر منه، من خودم ازدواج دادم. یعنی من خودم خواستگار پیدا کردم براشون، شوهرشون دادم. بارکلا، اصلا تو علی آباد زبون زده. من میخوام بدونم که چرا آدم باید کاری کند که عقل و رد پشیمونی. بابا جان من دارم صحبت میکنم. حرف من اینه اه. اگر آدم خواهر با حجب و حیایی داره، خواهر با شخصیتی داره، چرا به غریبه شوهر بده؟ دمت گرم دیگه. چقدر میپیچونی مطلب و نقی. آقا صمد، ما بخوایم گلی رو از شما خواستگاری کنیم. آره گلی ماشالله ماشالله خواستگار زیاد داره. خواستگارش ماشالله؟ نه امو پنجلی، نه استاد دانشگاه هم خواستگارشه. استاد دانشگاه؟ نقی جان من از برو مثل چشام مراقبت میکنم. معلومه. حالا کی هست؟ حقیقتش ارسطوه. ارسطو؟ داداش پرستو. همین ارسطو؟ بله بله دیگه همین ارسطو. آره من میدونم. البته شما میخوای الان راجع فاصله طبقاتی صحبت کنی و بگی فاصله طبقاتی وجود داره و فلان اینا، ولی من خیلی ببخشین کار درستی هم نمیکنم، دارم اینو مطرح میکنم، ولی من دارم اینو میگم، شما که فاصله طبقاتی نداشتی با زنه، ما شرایطت داری میبینیم دیگه. میدونی حقیقتش اینه که من یک بار ندیدم شما زیر چشت بالا نباشه، کلت نشکسته باشه، پای دور نشکسته باشه. یعنی من حرفم اینه که فاصله طبقاتی خیلی هم مهم نیست، اصل اینه که این دو نفر با هم دیگه چفشن، گره بخورن با هم دیگه. نقی جان من اصلا راجع به فاصله طبقاتی صحبت نمی کنم، اینا فاصله فرهنگی دارن. این دانشجوی داره درس میخونه، تازه میخواد ادامه تحصیل بده، این سواد درسته زابی نداره ارسطو. این که اصلا ملاک نیست. ملاک من الان خودم دانشجوام، نقی سیکلم نداره، ولی زندگیمون خیلی خوبه. این چه حرفیه تو داری میزنی؟ نه میخوام بگم، نه من میخوام اصلا بدونم اصلا آقا صمد سوال که من سیک دارم یا ندارم. نقی من منظورم سوال که من سیک دارم یا سیک ندارم. خدا منو بکش اصلا. نه شما میگم. سر خواستگاری خواهرت من میبسته دقیق دیدی؟ نه نقی من صد نفر برگشتی گفتی من سیک دارم. خدا چرا تو باید این صحبت نه... کنی؟ چرا باید برگشتی؟ به خدا میخواستم بگم مثلا این مسئله شما نقی خجالت میکشی، من سواد درستی ندارم. خدا منو من کی شرایط فراهم کرد که تو تونستی درس بخونی؟ تو شرایط فراهم کرد؟ نقی شرایطی فراهم کرد که من تونستم درس بخونم. وقتی زن و شوهر همو میخوان این کارو واسه هم میکنن. من الان میدونم گلی هم کاری میکنه که ارسطو بتونه درس بخونه. اینو میخواستم بگم به خدا. آره اینا با هم میتونن برن مدرسه.
بابا این راننده کامیونه، یه هفته یه هفته تو بیابوناست، چجوری میتونه درس بخونه؟ خیلی هنر کنه بتونه به خانوادهش برسه. مزه دهنت این بود؟ آقا شغل من چه ایرادی داره؟ من شغلمو خیلی دوست دارم. نون حلال در میاره. اگر واقعا مسئله رانندگی این بچه هست، من باید بگم که خب من باش صحبت میکنم. آره کاری نداره، من صحبت میکنم، من برمیگردم بهش میگم ارسطو جان با کارتو مشکل دارن، کارتو عوض کن، یه مغازه‌ای، فروشگاهی، بقالی، چقالی، مکانیکی، آتلی، صافکاری، مشگری، شوکولی، پاسگاهی، خوبی، خیلی سلامتی، چطور خوبی؟ من دارم صحبت میکنم. مگه من رو میرم، منم حرف میزنم دیگه. چرا بحثی اهل کی میکنی؟ این بابا شما اصلا عقل نقل درست حسابی نداره. نقی جان، تعارف که نداریم. تو اگه خواهر داشتی به ارسطو میدادی؟ نه. آره چرا نه بابا؟ چرا ندیم؟ بچه پاک، زحمتکش، کمیون داره، یه باغ پتخال داره، همین چی داره دیگه داداش من. ببین اگه تا قبل از تصادف بود من خواهرمو دو دستی تقدیم میکردم، ولی بعد تصادف حالا روز خوبی نداره، شما که خودتون میبینید. یعنی چی؟ بابا اصلا معلومه دیگه، اینجا سرش شکسته، به گیجگاش آسیب رسیده، این اصلا الان خلوزه. بیا اینم از رانندگیش. اصلا برای آدم نمیذارم. والا به خدا ارسطو همیشه همین جوری بود. نه بابا بیچاره کجا همین. نه این منظورم اینه که سالمه، فقط یه کمی شوخ طبعه دیگه. حساسه، یه ذره طبع شوخ داره. آره همین. تحت تاثیره. صمد آقا من با گلی هم حرف زدم. گلی مزه دهنش بد نیستا. یعنی گلی راضیه؟ نه البته گفت هرچی داداشم بگه همونه. گلرخ. بله. اینجا بینم. نه بابا برادر من. تو راضی هستی؟ بیا جلو. نه تو راضی هستی؟ چرا جواب منو نمیدی؟ تو سر خود شدی؟ بدون اجازه من صحبت میکنی دیگه؟ داداش من چی داری قاطی میکنی؟ شما ببرینی و باوتینی منو مسخره کردی. برادر من، آقا من دست سر پیاز من، نه تای پیاز من، هر کاری که خواست نکنی نکنی. این به من دست من، این به من دست من، آره این به من دست من. اینو چیه؟ همینی میخواستیم؟ سرکله منه که زدی خیال تو راحت شد؟ زندگی منه آتیش زدی خیال تو راحت شد؟ مدارک مردم ورده چی تدیک درست کردی خیال تو راحت شد؟ من نگفتم الان موقع موقعش نیست؟ الان وقت وقت خواستگاری نیست؟ من گفتم یا نگفتم؟ نقی من گفتم شما صحبت کنی؟ گفتم شما صحبت کنی؟ نقی من نگفتم شما صحبت کنی. بس یه دقیقه بس. هما بس برد. هما 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 سوختگی خمیردندون چیزی داری؟ آره آره دارم. بمیرم الهی پاش خیلی بد جوری سوخته. زاچه تاولی زده. میخوای برای تو نوشابه بگیرم؟ نقی میگم خیلی طول میکشه بتونن دوباره این مدارک رو تهیه کنن. هما جان شما دانشگاه رفتی؟ به قرآن تو اگه بری دانشگاه داری جای یکی دیگر اشغال میکنی.
نه این مدرک دفترچه چل برگه برم بگن در مغازه بگیرن، تو عقل داری؟ من میخوام بدونم تو عقل داری واقعا این صحبت دیدی میکنی؟ آقا جان من... سود مدارک به این مهمی رو میذاره زیر کرسی بغل منقل؟ اصلا کی به تو گفت منقل رو روشن کنی؟ اما خانم من برای اینکه شما سردتون نشه یه رشته سیم از سر باتری گرفتم، گفتم در طول مدت که شما اینجا هستین داریم با هم دیگه حرف میزنین سردتون نشه، سرما نخونی. کار بعدی کردم، اشتباه کردم. بیا سمت بیا اینو به من روش چقدر هوا داشت، ببخشید بزن روش سوزشش کم شه. اوه چه تاولی زده، خیلی میسوزه؟ سوختی دردم میکنه؟ نقی تا تحصیلی؟ خب من گفت این خمیر دندونه بمالی خوب بود. داداش معذرت میخوام، به خود من اصلا حرفی نزدم، یه خواستگاری ساده کردن، من هیچی نگفتم، هرچی صمد بگه. من اصلا بدون اجازه شما حرف بزنم، تا حالا دیدی من حرف بزنم؟ من غلط کنم بدون اجازه شما حرف بزنم؟ ببخشید داداش معذرت میخوام. پشو اصلا بریم الان، لیلا میاد اونجا میرسه ها. پشو مدارکو بگیریم بریم. پشو دیگه. الان شما به شکل منطقی به من بگو چی جواب صمد بدیم؟ عزیز جواب صمد ما چی داریم بدیم؟ آقا حساس نشه لحظه، حساس نشه. بدیم چی بهش بگیم؟ هرس نخور نقه. هرس میخورم هما جان، خوبم هرس میخورم من. عزیز الان شما به من بگو من با تو دشمنی کردم یا تو با من دشمنی کردی؟ اینه به من بگو. آقا جان من میگم شما انگار نه انگار که این مدارک وجود داشته. اصلا ما این مدارک رو ندیدیم، شاید توی سمسری دیگه است، یه جای دیگه است، تو اساس مساس ما نبوده. موجو من دیگه با این صحبت نمی کنم، هیچ حرفی ندارم، هر چی جواب شما باید بدین، من صحبتی ندارم دیگه. دهن منو میبندم. یالا تو که جواب بده، چی میخوای جوابشونو بدی؟ من خواهشی که از شما دارم ما خانم، اصلا شما به من بگو اگر این مدارک دست آقا صمد برسه چه اتفاقی میفته؟ نه چه اتفاقی میفته؟ من چه میدونم، اونش دیگه به من مربوط نیست، بخواست بره طلاق بگیره. بله اگر این مدارک دست آقا صمد میرسید این آقا از همسرش جدا میشد. حالا این مدارک سوخته رو شما الان ببرین تحویل آقا صمد بدید چه اتفاقی میفته؟ آیا من میتونم حرفی از گلرخ خانم بزنم؟ نه من میتونم حرفی از گلرخ خانم بزنم، هم از اون طرف آقا صمد از زنش جدا میشه. آیا جدایی چیزی خوبی است؟ آیا طلاق معصیت نیست؟ آیا این کار خوبیه؟ والله این کار بدیه، این کار معصیته. معصیت میدونی چیه؟ اینه که مدارک بند خدا رو آتیش بزنی بعدم پنهونکاری کنی هیچی نگی. این پنهونکاری نیست، من الان دارم یه دروغ معصلحتی رو میگم. هما خانم میدونی چیه؟ اصلا دیگه به من مربوطم نیست، هر کاری دلت میخواد بکن، گندی که خودت زدی خودتم جمعش کن، فقط من دروغ نمیگم. باشه باشه شما هیچی نگین، من خودم همه چیزو به عهده میگیرم، فقط اگه آقا سما از شما پرسید چنین مدارکی دیدین شما بگین نه ما ندیدیم. همین ها. الان پات هوا میخوره بهتره. آره یکمی از دردش کمتر میشه. میخواستی یه چیزی بذاری روش این میکروب نگیره؟ بذار همجور باد بخوره یه خورده خنک بشه بعد. انشالله سلامت بشید. آقا ناصر، آقا ناصر نوکرت. سلام، خوب هستی؟ قربونتون برم. خیلی سلام آقا ناصر. سلام، خوب هستی؟ قربونتون برم. تو رو خدا ببخشید تو این شب عیدی واقعا علاف شدی. واقعا معذرت. آقای من نوکرتم. آقا تسلیت، تسلیت. غم آخرتون باشه. داداش باشه. جان تو. صابخونه. باشه جان داداش. ان شاءالله که به دل خوش.
غریبی سخت منو دلگیر و داره یار نارنجی چون